سلام و درود مستر کورد را پذیرا باشید. همان گونه که مطلع هستید، بعد از قتل و ترور دختر 22 ساله سقزی در تهران از سوی نیروهای جمهوری اسلامی ایران، این عمل کرد در واقع بازتاب گسترده‌ای در کردستان به طور اخص و در ایران به طور عموم به دنبال داشت و بعد از اونم در سراسر دنیا ما شاهد تظاهرات و راهپیمایی های مسالمت آمیز میلیون ها ایرانی بودیم که در تاریخ بی سابقه بود در راستای محکوم کردن این ترور و پشتیبانی از خواسته های دموکراتیک مردم ایران و کردستان و شعار اونها به طور اساسی در واقع سرنگونی جمهوری اسلامی ایران بود. این مسئله باعث و بانی یک پشتیبانی همه جانبه کشورهای غربی و ایالات متحده از مبارزات برحق مردم ایران و کردستان شد و مسئله مهمی که در این راستا میشه بهش اشاره کرد، اقدام کانادا در راستای به رسمیت شناختن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران به عنوان یک گروه تروریستی است. سالها پیش ایالات متحده آمریکا از همین نقطه سپاه پاسداران را برای اولین بار در تاریخ یک گروه که در چهارچوب منظومه دفاعی کشور قرار داشتند به عنوان یک گروه تروریستی قلمداد کرد. اکنون سوال اساسی این است که واشنگتن چگونه میتونه در این راستا با جمهوری اسلامی ایران، برنامه اتمیش و برجام کنار بیاد و از سوی دیگه چگونه به میلیون ها ایرانی که خواستار سرنگونی جمهوری اسلامی ایران هستند در داخل خیابان های ایران و یک پشتیبانی بین المللی هم در واقع در این راستا وجود داره، چگونه میخواد در این راستا سیاست های خودشو به پیش ببره؟ اکنون تمام زوم ها و چشم ها در واقع به سوی کاخ سفید، به سوی همین نقطه است که واشنگتن و کاخ سفید و اداره پرزیدنت بایدن چگونه میخواد در این راستا سیاست های خودشو به پیش ببره. ما از نزدیک تمام تحولات واشنگتن و ایران رو دنبال میکنیم و سعی بر این داریم که در همین چهارچوب در واقع چراغی در تاریکی بیفکنیم. سپاسگزارم.